مهمترین عناوین خبری هفته بارندگی و سیل در کانادا موج جدید سرما در استان آلبرتا درخواست شورای کار کانادا از نامزدهای انتخاباتی فدرال بحران سیستم سلامت در نووا اسکوشیا درخواست تکمیل دوره تحصیلی مرتبط با ماریجوانا برای داروسازان آنتاریو کاهش پوشش بیمه اوهی برای مسافران به خارج از کشور نتایج انتخابات استانی در پرینس ادوارد انتقاد جاستین ترودو به دولت داک فورد سلام وقت بخیر به کانادا هفت از شبکه ای ام جی خوش آمدید در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته ای که گذشت من هم سلام عرض میکنم خوشحال میشیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. برنامه این هفته رو آغاز میکنیم با خبر بارندگی و سیل در کانادا. به گزارش شبکه AMG و به نقل از گلوبال نیوز در پی ثابت شدن سطح آب در هانسفیل در روز شنبه 27 آوریل امروز شهر بریس بریج در استان آنتاریو برای مهار تهدید سیل پیشرو از نیروی ارتش کانادا درخواست کمک کرد. به گفته گریدون اسمیت شهردار بریس بیریج، تعدادی از سربازان ارتش به منظور کمک به شهروندان این ناحیه برای آماده سازی کیسه های شن و ماسه و سیل بند بعد از ظهر روز یکشنبه 28 اپریل به این منطقه اعزام شدند. به گفته آقای اسمیت، سیل پیشرو از سیل های سال 2013 که زندگی 1092 نفر از ساکنین شهر را تحت تاثیر قرار داد و به بیش از هزار و بیست منزل شخصی و مسکونی آسیب وارد کرد، سهگین تر خواهد بود. I'm sure it's in همه پارک های ساحلی این شهر تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شدند. به گفته اداره هواشناسی کانادا بالا آمدن سطح آب تا 72 ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. به گزارش AMG و به نقل از Global نیوز موج جدید سرمایه پایان فصل که از روز شنبه 27 اپریل وارد استان آلبرتا شده تصادفات جاده‌ای و خسارات زیادی را در پیداش است. بارش برف و باران، وزش بادهای شدید و کاهش دید رانندگان در این استان به گفته پلیس تاکنون منجر به 120 مورد تصادف شده که 17 مورد آنها تنها بین ساعت 4.30 دقیقه عصر تا 10 شب روز شنبه 27 اپریل بوده است. پلیس با اعلام هشدار به رانندگان در روز شنبه به دلیل شرایط نامساعد جوی از شهروندان خواست از سفرهای غیر ضروری تا حد امکان دوری کنند. درخواست شورای کار کانادا از نامزدهای انتخاباتی به گزارش شبکه AMG و به نقل از کنیدیان پرس، اعضای شورای کار کانادا که نگران بالا رفتن آمار جمعیت سال خورده در این کشور هستند، از نامزدهای انتخاباتی دولت فدرال خواستند از مطرح کردن بحث های مهاجرتی تا پیش از انتخابات ماه اکتبر امسال دوری کند. پیام شورای کار کانادا در حالی اعلام می شود که مناظره ها و بحث های سیاسی و همگانی در این کشور بر روی مسئله مهاجرت، پناهندگان و امنیت مرزها متمرکز شده به گونه ای که ممکن است باعث شود تصمیم گیری راجع به این مسائل به عنوان موضوعی کلیدی در انتخابات ماه اکتبر ظاهر شود. We need to make sure that we're continuing to apply that. We need to recognize that there are larger numbers uh, now than before because of global instability in terms of uh, refugees. Uh, that's why we're putting more resources in, it. we're also ensuring uh, that the system is fair for everyone. That's what Canadians expect. اما بحران سلامت این بار در نوا سکوشیا به گزارش AMG و به نقل از هاف پوست درخواست آجزانه زن اهل نوواسکوشیا از نخست وزیر این استان و اقدام سریع وی توجه مردم و رسانه ها را به وضعیت سیستم سلامت در این استان جلب کرده است. آینس رادر هم روز سهشنبه 23 اپریل ویدیویی از خود روی صفحه فیسبوک خود بارگذاری کرد که به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش شد و در کمتر از 72 ساعت بیش از دو میلیون بار دیده شد. و میگوید سی مرتبه رادیولوژی از ناحیه لگن مرا نازا کرده است و من اکنون در سن سی, و سی, و سی سالگی دچار یا اس ای شدم تنها به این خاطر که زمانی که تومور من در مرحله ابتدایی بود امکان دسترسی به پزشک خانواده نداشتم. دکتر لیزا بونن پزشک خانواده در نوواسکوشیا با تایید لیست های انتظار طولانی برای بیماران در سرتاسر سر کانادا اظهار داشت که این لیست انتظار در این استان به مشکلی بزرگ تبدیل شده است طبق تحقیقات انجام شده نوواسکوشیا درصد پایینتری از شهروندان بدون پزشک خانواده نسبت به استانهای سسکچوان و کبک و حتی آلبرتا دارد درخواست تکمیل دوره تحصیلی مرتبط با ماریجوانا برای داروسازان آنتاریو به گزارش AMG و به نقل از CBC داروسازان مشغول به کار در استان آنتاریو کمتر از یک سال دیگر برای گذراندن واحد درسی مربوط به ماریجوانا خطرات میزان استفاده و عوارض عمومی آن فرصت دارند طبق این گزارش کالج داروسازان آنتاریو تحصیلات مربوط به ماریجوانا را در این استان در سایه قانونی شدن آن اجباری کرده است داروسازان در این استان تا 27 ماه مارس 2020 فرصت دارند دوره تحصیلی مربوطه را تکمیل کنند به گفته اعضای این کالج بیماران زیادی به دنبال دریافت اطلاعات مفید و مؤثر در رابطه با میزان مصرف ماریجوانا و شرایط مصرف همزمان با داروهایشان خواهند داشت آنتاریو اولین استانی از کانادا خواهد بود که تکمیل این دوره آموزشی را برای داروسازان در این استان اجباری می کند. خبری پیش در ارتباط با بیمه اوهیپ، به گزارش ای ام جی و به نقل از سی تی وی نیوز، دولت استانی آنتاریو طرحی برای پایان دادن به برنامه پوشش بیمه مسافرتی که بخشی از هزینه های خدمات اورژانسی خارج از کشور را پرداخت می کرد در دست بررسی دارد. اقدامی که به گفته مخالفان آن منجر به کاهش چشمگیر مسافرت خواهد شد. دستیار پارلمانی وزیر بهداشت آنتاریو کریستین الیوت روز چهارشنبه 24 اپریل اعلام کرد دولت استانی در حال بررسی قطع برنامه پوشش بیمه مسافران این استان به خارج از کانادا است. این اقدام جهت جبران کاستی 11 میلیاردی بودجه دولت پیشنهاد شده است. طرح پیشنهادی پوشش بیمه بسیار محدودی را که شامل پرداخت تنها 5 سنت به ازای هر یک دلار می شود آن هم در شرایطی بسیار خاص ارائه خواهد داد. در این طرح از مردم خواسته شده جهت سفر به خارج از کشور بیمه مسافرتی تکمیلی تهیه کند. نتایج انتخابات استانی در پرینس ادوارد به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز حزب توری 12 حزب سبز 8 و لیبرال ها 6 کرسی را به دست آوردند. حزب سبز که توانسته بود به شکل بی سابقه ای افکار عمومی را به سمت خود جلب کند، توانست بیشترین جایگاه را پس از توری به دست آورد. Well, a new day in Prince Edward Island. پیروزی حزب توری در استان پرینس ادوارد آخرین پیروزی حزب راست در انتخابات کانادا پس از استانهای آلبرتا، نیو برنزویک و آنتاریو بوده است که همگی در یک سال آخر به دست آمدن. دسترسی به پزشک خانواده به عنوان یکی از عناوین مهم در کمپین انتخاباتی این حزب مطرح شد. هر چهار حزب در ارتباط با افزایش استخدام و به کارگیری پزشکان وعده داده بودند. بر اساس اعلام سازمان بهداشت و سلامت در حال حاضر 18083 نفر از ساکنین این استان در لیست انتظار برای داشتن پزشک خانواده قرار دارند. اما در انتها خبری بشنویم در ارتباط با انتقاد بی سابقه جاستین ترودو به دولت داکفورد. به گزارش AMG جی و به نقل از گلوبال نیوز، جاستین ترودو نخست وزیر فدرال روز پنجشنبه 25 اپریل دولت داکفورد را برای تلاش جهت توقف طرح کاربن تکس دولت فدرال مورد انتقاد شدید قرار داد و آن را کوته بینانه و غیر مسئولانه توصیف کرد. آقای ترودو همچنان سایر افراد و مخالفان این طرح را به انکار تغییرات اقلیمی متهم کرد و عنوان کرد سایر استانها با ملحق شدن به استان آنتاریو در مخالفت با قانون دولت فدرال در رابطه با هزینه های آلودگی گازهای گلخانه‌ای موجب هدر رفتن پول و هزینه مردم می شود. منیتوبا، آنتاریو، نیو برانزویک همگی جز استانهایی هستند که یا در حال مخالفت با کاربون تکسند و یا نشانه های مخالفت خود را به گونه ای اعلام کردند. طرح کاربون تکس آقای ترودو تنها شامل چهار استان آنتاریو، نیو برانزویک، مانیتوبا و سسکچوان می شود. چهار استانی که به گفته دولت فدرال استانداردهای ملی تولید گازهای گلخانه ای را رایت نمی کنند. Unfortunately, the current Conservative government in Ontario has not approved a single infrastructure project with the federal government over the past year. So we have a large amount of money ready to be invested in tangible infrastructure projects like public transit that are so important for municipalities, for Ontarians, for businesses. ممنون که تا پایان این بخش خبری و این برنامه با ما همراه بودید فراموش نکنید ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال بکنید تا یک شنبه آینده ساعت هفت بعد از ظهر با شما خداحافظی می وقت به خدا نگهدار.